في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي وأحلامي إلي في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي وفاي ويوم عادت نفسي وروحي له عادت في كتاب الله قلبي صار حي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در یک دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و مثال دیگر از مثال‌های کتاب الله متعال. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های فراوانی را ذکر کرده که در قالب این مثال‌ها معانی و مفاهیم بسیار مهمی برای ما اشاره شده و قابل توجه هست که باید به اونها توجه بکنیم. یکی از این مثال‌ها و از این معانی و مفاهیم به مقوله بسیار مهمی به نام انفاق اشاره میکنه. انفاق یعنی بذل و بخشش، یعنی خرج کردن، یعنی انسان از اون فرصت ها و استعدادهایی که الله متعال به انسان داده اونها رو در راه رضایت الله متعال استفاده بکنه. با مال، با علم، با مکانت اجتماعی، با اون فرصت هایی که انسان در اختیار داره، با مشورت دادن به دیگران، با کمک کردن و گرفتن دست دیگران، همه اینها معانی انفاق. بیشتر از همه وقتی که صحبت از انفاق میشه بحث انفاق مالی مطرح میشه و به ذهن میاد. یعنی اینکه انسان وقتی که الله متعال به انسان ثروت میده، از ثروتش، از اون نعمت و مالی که در اختیارش هست در راه الله متعال انفاق بکنه و خرج بکنه در مواردی که الله متعال دوست داره و مواردی که الله متعال به ما توصیه کرده که در اون موارد ما انفاق بکنه. اما خیلی وقتها محبت ما به مال سبب میشه تا ما زیاد به مسئله انفاق رغبت پیدا نکنیم. خرج کردن پول و مال مخصوصا وقتی که با سختی و مشقت به دست میاد برای نفس آسان نیست، سخته. خرج کردن برای خانواده، برای خویشاوندان، برای اقوام، برای یتیمها، برای مساکین، برای کسانی که قرض دارن، برای کسانی که در راه موندن. انفاق قرض نیست تنها. انفاق قرضی نیست که ما به کسی بدیم و اون رو بگیریم، گرچه در اصلش قرضی است برای الله متعال. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کسی که به الله متعال مالی رو قرض بده و الله متعال فیضاعفه له اضعافا کثیرا، بارها و بارها برای او بیشتر و بیشترش رو پس میده. از اونجایی که مال وقتی که در انفاق خرج میشه برای انسان سخته، الله متعال در قالب یک مثال برای ما شرح داده و توضیح داده و تشویق کرده ما رو به انفاق. در سوره مبارکه بقره الله متعال برای ما مثالی زده. در آیه 261، در آیه 261 الله متعال مثالی زده برای ما تا اصل اجر و پاداش و ثواب انفاق رو درک بکنه و اون انفاقی که قابل قبوله. الله متعال در آیه 261 سوره مبارکه بقره می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال اون کسانی که انفاق میکنن مالهای خودشون رو در راه الله تعالی. الان الله تعالی میخواد برای ما یک مثالی رو بیان بکنه. این مثال مرتبط به چی؟ مرتبط به اون کسانی که مالشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن. اینها مالشون رو برای خانوادهشون، اقوام خویشاوندانشون، اقوام خویشاوندان، دوستان و آشنایان، مساکین، یتیمان، در راه الله تعالی، فی سبیل الله، در راه جهاد، در راه نشر و پخش و دعوت دین، مساجد، مدارس دینی، مدارسی که انسان ها در اون یاد میگن، هر مدرسه، کارهای خیریه، کارهای کامل منفعه است. همه اینها معانی انفاق در راه الله تعالی است. مالی که خرج میشه برای به دست آوردن رضایت الله تعالی، در کارهایی که الله متعال برای ما تشویق کرد. مثال اینها چیه؟ این پولی که خرج میشه کجا میره؟ این پول چه معاملهی باش میشه؟ چه پاداشی انسان میگیره؟ چه ثوابی گیره انسان میاد؟ مثال خیلی زیبایی است. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال اون کسانی که مالشون رو در راه الله، این مهمه، فی سبیل الله، در راه الله متعال خرج میکنن. مثال اینها چیه؟ کمثل حبت، مانند مثال یک دانه است. حکایت کسانی که در راه الله تعالی مالشون رو خرج میکنن، این مالی که خرج شده در راه الله تعالی، حکایتش مثل یک دانه است. کمثل حبت، به مانند یک دانه است. انبتت سبع سنبل، که از این دونه میروید، دونه ای رو انسان میکنه. الان یک مفهوم و معنایی رو، یک موضوع معنوی که اجر و پاداش انفاق هست رو المطال در قالب یک مثال محسوس که ما احساسش میکنیم و میبینیم برای ما توضیح میده. حکایت انفاقی که شما میکنید مثل یک دانه است که میندازید در یک خاک، یک خاک خوب، و این دونه رو میکارید، این دانه کاشته میشه، از این دانه گندم یا هر دانه دیگه در میاد، خوشه، یکی، نه، دوتا، نه، هفتا خوشه از این دانه در میاد. انبتت سبع سنبل، هفتا سنابل جمع سنبل است، یعنی خوشه، هفت خوشه میده، یک دانه هفتا خوشه میده. تا اینجا این حکایت هفت برابر شد، یک دانه هفت خوشه، یعنی هفت برابر شده تا الان. فی کل سنبلتن، در هر خوشه ای، مئت و حبه، یک دانه کاشته میشه، آبیاری میشه، رشد میکنه، از یک دانه هفت خوشه میاد بیرون. این خوشه ها که رشد میکنن، هر خوشه ای فی کل سنبلتن مئت و حبه، یکی بود شد هفت تا خوشه، هر خوشه ای 100 تا دانه میده. یک دانه هفت تا خوشه شد، هر خوشه ای 100 دانه داد، چند برابر شد؟ 7 تا 100 تا میشه 700 تا. یک دانه شد 700 تا دانه. زمین خوبه، کشاورزی دیگه، دنیا مزرعه مگه نیست برای آخرت؟ مزرعه آخرت که دنیاست هم الله متعال میفرماید کسانی که در این مزرعه مالشونو میکارن تا در اون دنیا کشتش بکنن، مثل یک دونه ای که میکارن، هفت تا میاد بیرون، هر دونه خوشه ای که میاد بیرون 100 تا دونه داره، میشه 700، یکی به 700 برابر، حتی بیشتر از این. بعضی از دانا هستن که بیشتر از این هم خوشه میدن، و بعضی از خوشه ها هستن که بیشتر از 100 تا هم دانه میدن. یعنی این 700 تا هم
احتمال داره که خیلی بیشتر از اینم بشه. والله یضاعف لمن یشاء. بله متعال برای هر کسی که بخواد بیشتر از این هم میبخشه. والله واسع علیم. الله متعال لطفش و رحمتش بسیار وسعت داره و علیمه و میدانه که نیت افراد چگونه است و بر مبنای نیت اونها به اونها اجر و پاداش میده. در این مثال الله متعال یک مثال زد برای ما و در این مثال الله متعال برای ما اجر و پاداش و ثواب انفاق رو بیان میکنه که اگر شما در راه الله تعالی یکی بدید، یک ریال، یک تومن، یک دینار، یک درهم در راه الله متعال خرج کنید، الله متعال 700 برابر به شما پس میده و بلکه بیشتر. چرا که دامنه لطف الله متعال و فضلش بسیار وسیع و الله واسع علیم است. علیم تا به نیت شما نگاه میکن. خیلی وقتها عمل ظاهرن عمل کوچکیه. یک دونه وقت کاشته میشه 700 برابر میشه. انفاق صدقه دادن با نیت چندین برابر میشه. نیت در انفاق خیلی مهمه. این 700 برابر ثواب رو چه کسانی میگیرن؟ آیا هر کسی که مال انفاق میکنه، پول انفاق میکنه، یک جای خرج میکنه، یک جای یک حرکتی انجام میده، مسجدی میسازه، یتیم خونه درست میکنه، بیمارستانی میسازه، کمک میکنه به مجاهدین، کمک میکنه به فقرا و مساکین، کمک میکنه به اقوام خویشاوندان، پول خرج میکنه، آیا همه اینها 700 برابر و بلکه بیشتر به دست میارن و پاداش میگیرن؟ نه، همه نه. یک گروهی این اجر پاداش نصیب اونها میشه که این گروه شرایطش رو الله متعال در دعای بعدی برای ما ذکر میکن. اینها کی هستن؟ چه کسانی وقتی که انفاق میکنن، خرج میکنن، 700 برابر معاملهشون میگیرن؟ یک به ده نیست، یک به صد نیست، یک به 700ه. کسانی که با الله تعالی معامله میکنن، الله تعالی میفهمه من حداقلش اینه که 700 تا به شما میدم. اما این کسانی که در معامله با الله تعالی 700 تا میگیرن چه صفاتی دارن؟ ادامه این مثال الله تعالی در آیه بعدی میفهمند الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسانی که مالهاشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن، کسانی که مالهای خودشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن. اما ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى. این خیلی مهم. خیلی ها در راه الله متعال مال خرج میکنه، شاید میلیون ها، شاید هزاران دلار، شاید طلا، نقره هم خرج میکنه، اما اینها این انفاقشون رو امید دارن که ثواب بگیرن نمیگیرن، امید دارن که اجر و پاداش بگیرن، نه تنها که نمیگیرن بلکه گناهکار هم میشن. مشکل کجاست؟ اینها مشکلشون اینه که این موضوع رو رعایت نکردن که انفاق در راه الله تعالی وقتی قبول میشه، وقتی 700 برابر میشه که لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذى. وقتی که کسی انفاق میکنه به هر کسی، یک شخص یا یک مجموعه، بعد از اون لا یتبعونه، پشت سرش این گونه نیست که بیارن. چی بیارن؟ من ولا اذى، منت رو و آزار و اذیت رو. خیلی وقت ما متاسفانه
در زندگی خرج میکنیم، پول مصرف میکنیم، طرف میاد کمک میکنه، یک کسی رو دستشو میگیره، اصلا زندگیشو از این رو به اون رو میکنه، یکی میاد به کسی که نیازمنده خرج میکنه، یک مدرسه ای، یک مسجدی، بیمارستانی میسازه، مشکلی رو حل میکنه، چندین تا زوج جوان رو میبره خونه بخت، بونه کمک میکنه، یتیمی رو بزرگ میکنه، مسکینی رو دستشو میبره میگذاره گوشه مدرسه ای، بزرگ میشه، میبره در بازار تجارتی، برایش فرصت شغلی ایجاد میکنه. اما چیکار میکنه؟ بعدش میاد منت میگذاره. منت میگذاره یعنی چی؟ یعنی میاد ذکر میکنه که اگه من این کارو نمیکردم تو به اینجا میرسیدی، من بودم که تو رو بردم فلان جا، من بودم که کمکت کردم، من این همه خرج کردم به شما، شما یه تشکرم از من نکردید، من اگر نمی اومدم این مسجد رو نمی ساختم، این مدرسه رو نمی ساختم، این مشکل رو حل نمی کردم، اگر من تو این ازدواج شما پول خرج نمی کردم تو می تونستی پول ازدواج تو در بیاری؟ مگه من نبودم این کار رو کردم؟ مگه من نبودم دست تو رو گرفتم؟ مگر من نبودم فلان کار رو کردم؟ کمک میکنه به خانواده خودش، میشینه پیش دیگران، من این همه دارم به مادرم، به پدرم، به خواهر و برادرم، به فامیلان، به اقوامم کمک میکنم، اما اینها هیچ وقت کمک های منو ندیدن، هیچ وقت از من تشکر نمی کنن، هیچ وقت نشده که قدر من رو بدونن. همه اینها خیلی زیاده، اگه بخوام داخل این تعابیر وارد بشیم فراوانه از این تعابیر. این منته، منت گذاشتن. انسان وقتی که به فقیری پول میده، هو بیا اینجا بگیر، این منته. وقتی که انسان مسکینی این افتخار رو میده که این فرصت برای ما ایجاد بشه تا عبادت بکنیم، انسان با دیده حقارت بهش نگاه میکنه، انگار که از این انگار که من نوعی از این بهترم، با دیده حقارت، با تحقیر بهش نگاه میکنه. این منت گذاشتنه، عزا، آزار و اذیت. کمک میکنه به کسی به این نیت که این بشه بردش، که بشه غلامش، که هر کاری این گفت باید انجام بده، چون وضعش خوبه، چون دستش به جیبش میرسه، بهش کمک میکنه به این نیت که فردا از این جوان برای اهدافش استفاده کنه، اون رو تحت فشار میگذاره، چون منت میگذاره سرش، چون بهش کمک کرده، انتظاراتی ازش داره. این از اون صفات نیست. انفاقی که الله تعالی دوست داره، اون انفاقی که الله تعالی میپسنده، اون چیه؟ که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما فقط به خاطر به دست آوردن رضایت الله تعالی خرج میکنیم، به شما کمک میکنیم و از شما نه جزایی میخواییم و نه تشکر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نه اجر و پاداش میخواییم از شما نه تشکر. روی این نقطه خیلی دقت کنیم. خیلی وقتا ما کمک میکنیم، منتظریم طرف از ما تشکر کنه. اگه تشکر نکرد، تو دلمون یک احساس ایجاد میشه که دیگه بین کمک نمیکنه. خانواده نیازمنده، از اقوام، از خویشاوندان، از همسایه‌ها، از دوستان، بچه محل کمک میکنیم. وقتی کمک کردیم منتظریم تا برگر بگه دست شما درد نکنه، خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه، واقعا لطف کردید، خیلی ممنونم، اگه شما نبودید ما چیکار میکردیم؟ منتظر شنیدن این حرفاییم. این باطل میکنه انفاق ما رو. این انفاق اون انفاقی نیست که الله تعالی 700 برابر وعده میده و بلکه بیشتر. الله تعالی اینو نمیخواد. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و حتی تا حدی برخی از مفسرین در شرح این آیه و برخی از اولیای الله متعال حساسیت به خرج دادن، که وقتی که میرفتن به فقیر کمک میکردن، حتی نمیگفتن که
دعا کن برام، به ترس از این که نکنه این انفاق و این صدقه به نیتی غیر از کسب رضایت الله متعال باشه. به خاطر دعاست دیگه، من پول میدم برام دعا کن، بهش کمک میکنم برام دعا کن، شده تجارت با بنده نه با الله تعالی. حتی وقتی که کمک میکنیم به کسی نگیم بهش برام دعا کن، اینو بگیر برام دعا کن، نه اینو بگیر باز روی خوش با احساس خوب، کرامتش حفظ بشه، تحقیرش نمی کنیم جلوی جمع، نه شخصیتش حفظ میشه، کرامتش حفظ میشه، منت نمیذاریم سرش، بعدن هر جا نشستیم جلوی این اون یاد نمی کنیم، چه جلوش چه پشت سرش. اینها همه این موارد رو وقتی که رعایت کردیم این چی میشه؟ این اون انفاقی میشه که الله متعال میفهمد ثم لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذى، منت و اذیت و آزار نیست. نتیجه چی میشه؟ اینها لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که انفاق میکنن اینطوری، اینها اجر پاداششون نزد الله تعالی است، عند ربهم. اینو دیگه الله متعال میدونه که چقدر به این فضل میکنه و چقدر در این معامله پاداش میده به این شخص. ولا خوف عليه، روز قیامت نه ترسی دارن از آیندهشون، ولا هم یحزنون، و نه ناراحت میشن از گذشتهشون. آیه بعدی تکمیل این دعای است، قول معروف و مغفره، یک کلام خوب قشنگ زیبا و مغفرت، گذشت از اشتباه دیگران، از مشکلاتشون، از شرایطی که داره، چشم پوشی کردن، اسرار دیگران رو نگه داشتن. یک فقیر میاد حرفی میزنه، درخواست میکنه، الان انسان دستش بنده نمیتونه کمک کنه، اما چیکار میکنه؟ حداقل میتونه که یک پیشانی باز نشون بده، میتونه که حداقل یک کلام خوب بهش بگه، یک دعای خیر براش بکنه. الله متعال میفهمد همین کلام خیر و همین چشم پوشی از اون که اومد پیش شما گفت مشکلش رو جای دیگه نشر نکنید، پخش نکنید، این برای شما خیلی بهتره. قول معروف و مغفرت خیر، این بهتر از چیه؟ من صدقه یتبعها اذى، از صدقه ای که بعدش منت و آزار و اذیت باشه. انسانی که دستش بنده اما صاحب اخلاق کرامت و با کرامت و اخلاق فقیر رو رد میکنه، مستمند نیازمندی رو، این شرفش پیش الله تعالی خیلی بیشتره از انسانی که ثروتمنده و بذل و بخشش میکنه با بیادبی، با منت گذاشتن، با آزار و اذیت. والله غنی حلیم، الله تعالی بی نیازه. شما وقتی که دارید به فقیر کمک میکنید به خودتون کمک میکنید، بله تعالی چیزی نمیرسه از این کمک شما. الله تعالی حلیمه، بردباره، منت میگذارید، اذیت میکنید، انتقام نمیگیره. اما مواظب باشید، تنها انفاقی در راه الله متعال قابل قبوله که بدون منت، بدون آزار اذیت، بدون چشم داشت، با رعایت کرامت شخص مقابل انجام بشه، فقط به خاطر به دست آوردن رضایت الله متعال. از الله متعال میخواییم تا به من و شما و جمع ما توفیق بده تا بدونیم که چطور انفاق بکنیم و فراموش نکنیم که مال دنیا وسیله آزمایش برای ما. الله متعال مال رو وسیله آزمایش قرار میده و انفاق از مهمترین مواردی است که ما در زندگیمون به حد توانمون، هر کسی به اندازه توانش میتونه که انفاق بکنه، اما فراموش نکنیم انفاقی ارزشمنده و به درد ما میخوره که بدون منت، بدون آزار و اذیت و بدون هیچ گونه چشم داشتی از طرف مقابل باشه. به این امید که الله متعال تمام انفاقهای ما رو 700 برابر بلکه بیشتر برای ما پس بده. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد بر الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدار شما.
بالله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار في كتاب الله قلبي صار حي.